سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 18 ویدیو از سری آموزش‌های اکسل در خدمت شما هستم. در آموزش‌های قبلی حتما دیدین که سه دستور سام، اوریج و کانت رو به شما آموزش دادم. اما گاهی وقتا برای ما پیش میاد که می‌خوایم این عملیات فقط روی یه سری سلولای خاص با یه شرط خاص اتفاق بیفته. اونجاست که سه دستور کانتیف، سامیف و اوریج ایف به کار ما میاد که توی این آموزش با مثال به طور کامل به شما آموزش میدم. اگر که به تازگی با اکسل و کانال ما آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینک اونو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر ویدیو قرار میدم تا بتونید آموزش ها رو از ابتدا تماشا بکنید. حتما بعد از دیدن این ویدیو چیزایی که آموختین رو خودتون توی اکسل تمرین بکنید تا از خاطرتون نره. ممنونم. سلام و درود خدمت همه شما. در ویدیوی 12 با دستور سام و اوریج آشنا شدیم. همینطور در ویدیوی 13 با دستور کانت آشنا شدیم که در واقع به طور مختصر من دستورشون رو اینجا آوردم و اگر اونا رو ندیدین حتما پلیلیست ما رو از ابتدا نگاه کنید تا این درسای آینده برای شما راحت تر باشه. تمام نکات این سه دستور رو به شما آموزش داده بودم و یه نمونه هم تقریبا شبیه همین جدولی که میبینید براتون آورده بودم تا ببینید نتیجه محاسبات چجوری هستش. در این جلسه با سه دستور کاربردی دیگه در خدمت شما هستم: سام ایف، اوریج ایف و کانت ایف. همونطور که از اسمشون مشخصه اینا یه ترکیبی از دستورات سام و اوریج و کانت هستن با دستور ایف که اون رو هم قبلا در ویدیوهای قبلی به شما آموزش دادم. به طور مثال در دستور سام که اینجا میبینیم ما میخواستیم ببینیم جمع در واقع قیمت واحد کالاهای ما چقدر میشه که همونطور که میبینید تمام این خونه ها رو با هم دیگه جمع کرده و در این سلول نتیجه رو آورده. اما یه وقت هستش که شما میخواین قیمت این ستون قیمت واحد ها جمع بکنید اما با اعمال یک شرط، مثلا در صورتی که دستبندی اون محصول تکنولوژی باشه. در این طور مواقع سام ایف به کار ما میاد که اسمش مشخصه جمع کن اگر. ابتدا ساختار این دستور رو هم براتون اینجا قرار میدم که راحت‌تر ببینید. این تابع سه بخش اصلی داره. یکی رنج هستش، در واقع اون رنج و محدوده‌ای که شرط رو میخواییم توش اعمال کنیم. کرایتریا که همون شرط ما هست و سام رنج در صورتی که اون شرط برقرار بود کجا تو چه ناحیه جمع را انجام بده که نمونه واضح ترش هم تو خط دوم میبینیم. حالا ما هم تو مثال به شما نشون میدیم. میخواییم قیمت واحد کالاها رو جمع میکنیم، پس من این سلول رو انتخاب میکنم و شروع میکنم به تایپ دستور ما مساوی سام ایف که شما تو لیست میبینیدش انتخابش میکنم. میگه رنج ما کجا باشه؟ رنج در واقع اونجایی که شرط رو میخواییم اعمال کنیم، روی دستبندی محصول میخواییم کار کنیم. پس من اینجا رو انتخاب میکنم، کاراکتر جدا کننده رو میزنم ویریبول کرایتریا. حالا میگه شرط ما چیه؟ ما اینجا میتونیم شرط رو دو صورت در واقع اعمال کنیم، یا به صورت دستی تایپش کنیم که مثلا من توی کوتیشن همیشه چیزایی که متنیات رو تو کوتیشن میزنیم، یا توی همونجا تایپ میکنم تکنولوژی. ولی همینطور که دیدید حالا غیر از اینکه زمان میگیره ممکنه شما صحبا یه اشتباهی تایپی داشته باشید و دستورتون درست اجرا نشه، پس من ترجیح میدم که اینطوری تایپش نکنم، هرچند که مشکلی هم نداره. یکی از این سلولا که تکنولوژی داره داخلش فرقی هم نداره کدوم، اونا رو انتخاب میکنم که به عنوان شرط قبولش کنه. کاراکتر جدا کننده رو میزنم. حالا میگیم در صورتی که این شرط برقرار بود، تکنولوژی بودش، اون ستون کجا رو جمع میکنه؟ ستون قیمت واحد رو. اینم تو انتها با ماوس انتخاب میکنم، پرانتز رو میمندم، اینتر میکنم. همینطور که میبینید نتیجه رو برای ما آورد 733. شما حتی اگر بخوایی مطمئن بشین این خونه رو که در واقع تکنولوژی بودش با نگهداشتن همزمان کنترل، این خونه، این خونه، این، این و این دوتا و این یکی و این یکی، فکر میکنم همه رو انتخاب کرده باشم،
بله، حالا این خونه رو چون من به صورت روند شده قرار داده بودم شده 733، شما در استاتوس بار هم میبینید 732 و 65 که روندش میشه همون 733. پس این دستور به همین راحتی کار ما رو ساده کرد. ببینید که ادامه ویدیو رو ببینید. اگر که این ویدیوها براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم، حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید، و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. تابع بعدی اوریج ایف هست. ما تابع اوریج میانگین هر کدوم این ستون‌ها رو در واقع درآورده بودیم. حالا با تابع اوریج ایف میانگین رو در صورتی که شرطی برقرار بشه در میاریم. من این سلول رو انتخاب میکنم مساویه اوریج، همون ابتداشی که بزنیم دستورها رو میاره، اوریج ایف رو انتخاب میکنم. سه بخش داره این دستور همونطور که اینجا هم میبینید. بخش اولش رنج ما هستش که همون محدوده یه که شرط قراره توش اعمال بشه، کرایتریا خود شرط و اوریج رنج در صورت که اون شرط برقرار بود حالا کجا رو برای ما محاسبه بکنه. همینطور که ببینید تو این دوتا دستور این دو قسمت رو اختیاری قرار داده، یعنی اینکه در صورتی که منطقه جمع ما توی یک ستون دیگه ای باشه اینو ما میاریم، مگر اگر منطقه جمع هم همونجا بود دیگه نیازی نبود این بخش رو بیاریم. این بار منطقه شرطمون رو بخش بندی مشتریان قرار میدم، رنجش رو انتخاب میکنم، کاراکتر جدا کننده میگه شرط شما چی باشه، همونطور که گفتم میشه اینو تایپ کرد ولی من تایپش نمی کنم که خطایی پیش نیاد. یکی از خونه ها مثلا من کورپورای دارم مد نظرمه، یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم به عنوان شرط و کاراکتر جدا کننده رو میزنم. حالا میگه که در صورتی که این شرط برقرار بود کجا رو جمع میکنه، ما حالا همین قیمت واحد و دوباره مد نظرمون هست. رنج اینجا رو هم انتخاب میکنم با موز و پرانتز رو میبندم. همونطور که میبینید 54، یعنی میگه بین خونه هایی که در بخش کاستومر سگمنتشون کارپوریت باشه 54 میانگین ما بوده، که دیگه من دوباره دستی این رو انتخاب نمی کنم چون مطمئنا درست هست و اگر انتخاب کنید میتونید در این استاتوس بار ببینید. و سومین تابع امروز کانت ایف، همونطور که در دستور کان دیدیم و آزمایش کردیم تعداد خونه ها رو میشموره. البته این نکته هم بگم ما دو مدل کانت داشته بیدیم، در واقع سه مدل، کانت معمولی، کانت A و کانت بلنگ که تفاوت اونا رو قبلا آموزش دادم، ولی توی در واقع دستور شرطی متناظر اونا کانت ایف یه مدل بیشتر نداریم که روی انواع داده کار میکنه. از اونجایی که این دستور در واقع شمارش رو انجام میده دیگه نیازی به محدود رنج جمع و مثل اون اوریج و اینا که دیدین نداره و ساده تر است، فقط دو بخشه رنج، منطقه شرط و خود شرط. حالا من میخوام این سری روی کاستومر نیم ستون نام مشتری ها کار کنم. سلول متناظر پایین اون رو انتخاب میکنم برای تابع ما. مینویسم مساوی کانت که همون ابتدا بزنی کانت ایف تو لیست ما میاد، انتخابش میکنم. میگه رنج شما کجا باشه، رنج ما این محدوده هستش، کاراکتر جدا کننده و شرط شما چی باشه. دوباره هم میتونم تایپ کنم هم میتونم انتخاب کنم. من یکی از اینا رو انتخاب میکنم، نام مشتری و پرانتز رو میبندم. کانت رو انجام میده، میگه که 8 تا شما مشتری دارید که با این نامه، همینطور نگاه کنید معلوم میده که 4 تاش این بالاست 4 تا این پایینه. حتما این توابع هم خودتون امتحان کنید و تمرین کنید.